سلام و وقت بخیر به خبرهای این ساعت از رادیو تلویزیون نورین خوش آمده. در آغاز سرخط چند خبر. خواستار رئیس جمهور غنی از طالبان برای گفتگوهای بین الافغانی با وساطت علمای دین. گزارش تازه سیگار مبنی بر ناکام بودن امریکا در امر مبارزه با مواد مخدر کشور. و خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد بر جستجوی راه حل سیاسی برای جنگ یمن. مشروع خبرها، من سید موسی صادات هستم. رئیس جمهور غنی میگوید درباره پروسه صلح همت قاطع مردم و اجماع ملی موجود بوده و ملت به هر قیمت آماده است تا به همت از صلح ادامه دهد. آقای غنی پس از ادای نماز عید در ارگ در پیام خود یک بار دیگر طالبان را به صلح دعوت کرده گفت برای گفتگوهای بین الافغانی با وساطت علمای دین آماده است. اخیراً بیش از 2000 عالم دین در یک نشست در کابل جنگ جاری در کشور را ناروا خوانده و از دو طرف دخیل در جنگ خواستند تا تش بس کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز این پیشنهاد علما را پذیرفت و 8 روز آتش بس را اعلام کرد. به رهبری طالبان صدا می زنم که به اراده ملت برای صلح واقعی و دوامدار لبیک بگویند و در روشنایی ارزش‌های ملی و اسلامی با پیشنهادات اخیر علمای دین آمادگی نشان دهند. برای صلح بین الافغانی با وساطت علما ما آماده هستیم و می خواهیم که مالکیت صلح با ملت باشد. این آتش بس از 27 رمضان الی 5 عید اعلام شده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است داعش و القاعده از این آتش بس مستثنااند. پس از آن گروه طالبان نیز در 3 روز عید آتش بس خود را اعلام کرد. در کنار شورای عالی صلح، گروه‌های سیاسی و مردم عام، آمریکا، ناتو، روسیه و برخی کشورهای دیگر نیز از اعلام آتش بس استقبال کرده و آن را برای صلح دائمی در افغانستان مهم خواندند. آقای غنی در پیام عیدی خود گفته است که از نیمه شب گذشته تا حال نیروهای امنیتی افغان و طالبان آتش بس را مراعات کردند. از ساعت 12 شب گذشته تا کنون در سرتاسر افغانستان آتش بس عملی شده است. در تاریخ کنونی افغانستان این اولین آتش بس است و آن را برای مردم افغانستان مبارکباد میگویم. امیدواری این است که این آتش بس دوام کند و خون افغانهای مسلمان ریختانده نشود. از سال 2001 میلادی تا کنون که جنگ علیه تروریسم در کشور بر رهبری آمریکا آغاز شده است، این اولین باری است که میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان آتش بس اعلام شده است. آقای غنی در کنار مبارکبادگویی این آتش بس گفت میلیون ها افغان از این آتش بس حمایت کردند. مردم عام این آتش بس را استقبال کرده و از هر دو طرف دخیل در جنگ خواستند تا این آتش بس را تمدید کند. سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ناکام بوده است و مواد مخدر که کشف شده تا 10 سال گذشته برابر با 5% مواد مخدر تولید شده در سال 2017 است. سیگار در این گزارش خاطر نشان کرده است که ایالات متحده از سال 2002 میلادی به این سو حدود 8.4 میلیارد دلار را در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است، اما این مبارزه ناموفق بوده است. در همین حال شهروندان اما میگویند ایالات متحده در ریشه‌کن کردن مواد مخدر در کشور صادق نیست و محو مواد مخدر در کشور بستگی به اقدامات صادقانه دولت افغانستان و جامعه جهانی دارد. جان سوبکو که در مرکز تحقیقاتی امریکای نوین مستقر در شهر واشنگتن صحبت میکرد گفته است که افغانستان هنوز هم بزرگترین تولید کننده کوکنار در جهان است. سیگار در گزارش 223 صفحه‌ای خاطر نشان کرده است که ایالات متحده از سال 2002 میلادی به این سو حدود 8.6 میلیارد دلار را در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است، اما این مبارزه ناموفق بوده است. آقای سوبکو همچنان گفت که از سال 2002 تا 2017 میلادی هیچ برنامه سبب کاهش دوامدار کشت کوکنار در
افغانستان نشده است. او تخریب کشتزارهای کوکنار را غیر مؤثر خواند و گفت که برنامه های انکشافی در ساحاتی که مزارع کوکنار تخریب شده بود تطبیق نشده است. آقای سبکو همچنین گفت که برنامه های جاگزینی کشت کوکنار در افغانستان در اغلب موارد به نهایت کوتاه مدت بوده و چنین تلاش های نتوانسته جاگزین برای کوکنار در کشور شود. جان سبکو گفت که در سال 2017 میلادی کشت کوکنار در افغانستان در مقایسه با سال 2016 حدود 63% افزایش یافته است و مجموعاً 328,000 هکتار زمین در آن کشور کوکنار کشت شد که از آن احتمالاً 900 تن هروئین با کیفیت صادرات به ارزش تخمینی 4 تا 6.6 میلیارد دلار تولید شود. با این حال آقای سبکو کاهش نسبتی کشت کوکنار، ایجاد واحدهای ویژه مبارزه با مواد مخدر را به مساوی اقدامات مثبت برجسته ساخت، اما گفت که این دستاوردها در حدی نیست که تغییرات عمده در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به وجود بیاورد. آقای سبکو افزود که مقدار مواد مخدر در 10 سال گذشته در افغانستان ضبط شده است، فقط 5% تولید کوکنار را تشکیل می‌دهد که تنها در سال 2017 در آن کشور تولید شد. او این وضعیت را نشان دهنده ناکامی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان خواند. سیگار کارکردهای حکومت افغانستان را در راستای تطبیق مؤثر استراتژی مبارزه با مواد مخدر کند توصیف کرد و افزود که اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID در نظر دارد تا برای رسیدگی به مشکل مواد مخدر در افغانستان طراحی کند و آن را به صورت مؤثر تطبیق کند. مفاد تجارت کوکنار موجب شده تا بین مقامات دخیل در فساد اداری حکومت، قاچاقبران، مواد مخدر و شورشیان اتحاد به وجود آید. مأموریت حمایت قاطع نیز گفته است که حدود 60% منابع مالی شورشیان در افغانستان از طریق مواد مخدر در آن کشور تمویل می شود. نظامیان خارجی مستقر در افغانستان به مسابقه اقدام برای قطع منابع مالی طالبان در چند ماه گذشته حملات متعدد هوایی را بر مراکز پروسس و لابراتوارهای مواد مخدر طالبان به ویژه در ولایت هلمند انجام دادند. اما آقای سبکو با تردید در مورد کارآمدی این حملات گفت زمان ثابت خواهد کرد که آیا این روش مؤثر است یا اینکه به گفته وی فاصله را میان حکومت و روسیان افغان بیشتر خواهد کرد. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان تاکید کرد که اگر آمریکا و حکومت افغانستان نمیتوانند سرطان مواد مخدر را در آن کشور نابود کنند، کم از کم آن را باید کاهش دهند و این هم زمان تحقق خواهد یافت که امنیت بهبود یابد و استراتژی واقع بینانه مبتنی بر نیازمندی ها در افغانستان طرح و تطبیق شود. یک مقام اردوی ایالات متحده گفته است که هدف یک حمله طیاره بی پیلوت اردوی ایالات متحده ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی بوده است. این مقام نظامی امریکا به شرط افشانه شدن نامش افزوده است این حمله شب چهارشنبه در پناهگاه ملا فضل الله در ولایت کنر و در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان انجام شده است. این مقام نظامی امریکا به شرط افشانه شدن نامش افزوده است این حمله شب چهارشنبه بر پناهگاه ملا فضل الله در ولایت کنر و در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان انجام شده است. تا کنون مقام‌های وزارت دفاع ایالات متحده در مورد این که آیا در این حمله ملا فضل الله کشته شده است یا خیر اظهار نظر نکردند. پیش از این مارتین دانیل سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان بدون ارائه جزئیات گفته بود که این نیروها در 13 جون یک عملیات ضد دهشت افغانی را در ولایت کنر انجام دادند که هدف آن یک رهبر ارشد و یک گروه دهشت افغان بود. به گفته مقام های امریکایی ملا فضل الله پس از آن که در سال 2013 به حیث رهبر طالبان پاکستانی تعیین شد چندین حمله بزرگ را علیه اهداف امریکا و پاکستان تحریزی کرد. یکی از این حملات حمله دسامبر سال 2014 بر یک مکتب در شهر پشاور بود که در آن 150 نفر به شمول 130 کودک کشته شد. مقام های امریکایی میگویند که ملا فضل الله همچنین دستور حمله بر ملاله یوسفزای را که یک مدافع حقوق دسترسی دختران با آموزش است نیز داده بود. حمله طیاره بی پیلوت نیروهای آمریکایی بر رهبر طالبان پاکستانی در حال انجام شد که حکومت آتش بس یک طرفه را با جنگجویان گروه طالبان افغان از 22 تا 30 جوزا اعلام کرده است. فرمانده پلیس ولایت قندهار اتهامات علیه خودش مبنی بر مداخلت در امور انتخاباتی را به بنیاد خوانده و آن را به شدت رد می کند. این در حال است که چند پیش رئیس کمیسیون انتخابات گفته بود فرمانده پلیس این ولایت با برخی از نامزدان احتمالی برخورد سلیقوی دارد.
عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون انتخابات روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفته است که شمار از والیها و فرماندهان پلیس در برخی از ولایات‌ها در روند انتخابات مداخله می‌کنند. آقای صیاد بیان داشت که مداخله برخی فرماندهان پلیس و مقام‌های محلی را به سران حکومت گزارش داده است. آقای صیاد مشخصاً از جنرال عبدالرازق فرمانده پلیس ولایت قندهار نام گرفت و گفت که فرمانده پلیس این ولایت با برخی از نامزدان احتمالی در ولایت قندهار برخورد سلیقوی دارد. کمیسیون انتخابات در قندهار برای یک نامزد پارلمان سه استعلام را می داد، اما از سوی جنرال رازق یک استعلام دیگر داده می شود که این خود روند را به کندی روبرو می کرد. به همین دلیل به گفته وی یک کاندیدا نمی توانست مطابق با جدول زمان بندی شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اسناد خود را دوباره به کمیسیون بیاورد و خود را ثبت نام نماید. او گفت که این نگرانی را برای چندین بار با ارگ ریاست جمهوری و مسئولان امنیتی در میان گذاشته و خواهان جلوگیری از این مداخله ها شده است، اما جنرال عبدالرازق با رد این اتهامات گفته است که در ولایت قندهار بین 130 تا 140 نفر نامزد بود که فرماندهی پلیس به آنان استعلام داده بود که سوابق آنان بررسی شود تا کدام پیشینه جرمی نداشته باشند. فرمانده پلیس ولایت قندهار بررسی و پیگرد پیشینه جرمی افراد را حق خود خوانده گفت که کار ثبت نام 5 یا 6 نفر به خاطر بند شد که به گفته وی آنان مرتکب جرایم شده بودند. جنرال عبدالرازق استقلالیت کمیسیون انتخابات را زیر سوال برده و ادعا کرده است که در 7 ولسوالی آن ولایت نه ثبت نام صورت گرفته است، نه مواد انتخاباتی انتقال داده شده و نه هم تذکره به مردم توزیع شده است. در همین حال وبلاگ نویس یمنی میگوید جنگ یمن مانند جنگ افغانستان طولانی خواهد شد و از این امر نگران است. نیروهای یمنی با حمایت ائتلاف تحت رهبری عربستان با وجود نگرانی های بین المللی عملیات را بر شهر حدیده آغاز کردند. افرا ناصر افزوده است از آن ترس دارد که کاشتار خونین آغاز شود که تا صنعا پایتخت این کشور گسترش یابد. افرح ناصر به این باور است که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن به دنبال یک راه حل نظامی است و میگوید این یک تحول غم‌انگیز و نگران کننده است. این نشان دهنده افزایش ناامیدی کسانی است که برای پایان جنگ یمن تلاش میکنند. آنها از ائتلاف تحت رهبری سعودی خواسته بودند که این شهر را آرام بگذارند که کمک های بشری به مردم یمن برسد، نه اینکه فاجعه انسانی و ویرانگر کنونی را تشدید کند. بندر حدیده بسیار مهم است. تحویل مواد غذایی، تسهیلات کمک رسانی و حتی ورود کمک‌های انسان دوستانه همه از طریق بندر حدیده به یمن میرسد. اگر این بندر نابود شود، کمک‌های بشر دوستانه متوقف می‌گردند. در هر صورت بسیار این تصور را داشتند که در جنگ یمن نقطه پایان در چشم رس نیست. نبرد حدیده دوباره نشان می‌دهد که وضعیت ناامیدکننده است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی می‌خواهند این جنگ را با استفاده از نیروهای نظامی ببرند، اما این مردم یمن هستند که قیمتش را می‌پردازد. افرح ناصر همچنان گفته است که آنها منافع مشترک دارند و شباهت‌های مذهبی نیز وجود دارد، اما بیایید اخبار مربوط به فروش اسلحه را از نظر بگذارانیم. یمن همیشه پر از سلاح بوده است. علاوه‌مانی نسبت به تعداد انسان‌ها سلاح‌های بیشتری وجود دارد. دیگر تنها در ایالات متحده است که سلاح‌های بیشتری در تناسب سرانه وجود دارد. بنابراین سلاح‌های یمنی تاریخ طولانی دارد. ایرانیان از گزارش‌های رسانه‌ها درباره نزدیکیشان به حوثی‌ها استفاده کردند تا خود را به عنوان ضد قدرت بر عربستان معرفی کند، اما وقتی که با مردم در صنعا صحبت می‌کنید چیز متفاوت می‌شنوید. با همین ترتیب مهمترین ها در جمعه شب همین قدر بود. از همراهیتان و خبرهای این ساعت رادیو تلویزیون نورین سپاسگزارم. تا دیدار بعد، الله نگهدار.